از یکمی دکبری سالی روان با هدف تهیه یک مرکزی عمومی معلومات در فرودگاه های مسکو ایزی انگوشت و عکس تمامی مهاجران گرفته می شود. در این باره معاونی رئیس شورای امنیتی روسیه دیمیتری میدویدوف خبر داد. این مقامدار نوار جلسه شورای امنیت را در شبکه اجتماعی فکانتکت نشر کرد. به قول ورود و حرکت مهاجران در روسیه باید زیر نظارت سخت قرار گیرد او می که با این هدف مقامات روسیه برنامه جمع آوری معلومات بیومتری مهاجران را شروع کردند که ایزی انگشت و عکس مهاجران را بر علاوه فرودگاه های مسکو در گذرگاه‌های های مرزی افتمابیلی در ولایت ارینبورگ نیز جمع خواهد کرد او تاکید میکند که این قدم اول است در مرحله دویمی آزمایش مقامداران تصمیم دارند که در همه گزرگاه های مسکف نمای دیجیتالی یا خود رقمی مهاجر را تهیه کنند. اجرای برنامه به میانه های سال آینده پیش بینی شده است. قبلا وزارت رشد رقمی و مخابرات جمعیتی روسیه گفته بود که برای اجرای این برنامه جمع آوری پیشکی معلومات بیومتری درباره مهاجران لازم خواهد بود ما باید دانیم که چه انسان های به کشور ما می آین. ما باید در مرکز معلومات درباره هر یک مهاجری که به کشور ما می اطلاع داشته باشیم هدفمان معلوم است تشخیصی هر نفری که اینجا می آید و نظام مستحکمی نظارتی آنها. وزارت کارهای داخلی روسیه در ماه سپتامبر امسال خبر داد که بیش از دو میلیون مهاجر این کشور را ترک کرده است. به نویشته پایگاه خبری وجنی استاری در طول شش ماه آخر سال جاری دادگاه های روسیه حکم خارج کردنی 86 هزار مهاجر را صادر کردند. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان از روسیه در نیم سال اول بیش از 17 هزار شهروند این کشور خارج شده است. در فهرست نشر کرده روسیه بیش از 120 هزار شهروند تاجیکستان قرار دارند که برای نقض قانونگذاری های مهاجرت گمان برند. اگر این افراد تا 5 فوریه سال 2025 خودشان را قانونی ثبت نام نکنند در فهرست قرار میگرند که از حق ورود به حدود روسیه محرومند